سامسونگ کلا تو کار عدد است، این عاشق تعداده. سالی 40 50 مدل گوشی معرفی میکنه، 4 مدل پرچمدار داره، هر کدوم از پرچمداراش 2 مدل پردازنده دارن، کلا عدد دوست داره. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا سامسونگ پرچمداراشو با پردازنده اکسینوس و اسنپ دراگون به بازار عرضه میکنه. سلام، من کوروشم توی دیجیتک. امروز میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم که چرا سامسونگ اصلا دو تا پردازنده داره رو پرچم دارش میذاره. یه سریاش اکسینوسه که همه تو بازار اکسینوسه تو بازار ما میاد، خیلیاتون هم بهش میگین بخاری، و یه سریاش هم با اسنپ دراگونه که فقط مخصوص بازار آمریکاست و بعضی وقتا یه سری از کشورهای اروپایی. اینو میخوام واسهتون داغ میکنه استاد، خیلی داغ میکنه. آره، اینو میخوام واسهتون تعریف کنم. سه تا دلیل عمده داره، منتها قبل از اینکه دلیلا رو واسهتون تعریف کنم، ببین اول واسهتون بگم که چرا دو تا پردازنده داریم، یکیش مخصوص بازار آمریکاست، یکیش هم برای بقیه دنیا. خب اول داستان اینه که سامسونگ دو مدل پردازنده واسه پرچمداراش عموما استفاده میکنه، یعنی سری گلکسی اس و سری نوت معمولا پرچمداراشون یا اکسینوسن یا کوالکامن. اونایی که کوالکامن یا اسنپ دراگونن معمولا برای بازار آمریکا استفاده میشه به صورت کاملا انحصاری، مگر اینکه یه سری از کشورهای اروپایی هم مثلا یه سری سالا گیرشون بیاد. بقیه دنیا اما بلا استثنا از پرچمدارهای اکسینوس توی پرچمداراشون استفاده میکنه سامسونگ برای گوشیاش. چرا اینطوریه؟ استاد الان سه تا دلیل داره، به شما توضیح میدم و به شما دوستان. سه تا دلیل داره. اولیش، یعنی قبل از اینکه برم شروع دلیلا، اینو بهتون بگم که فکر نکنید چون پردازنده های کوالکام بهینن واسه اپراتورهای آمریکا سامسونگ میره سراغش. این فقط اینقدر از داستان رو در بر میگیره. اصلش میره توی دلیل اول که الان بهتون میگم. خب دلیل اول اینه، توی سال 2009 سامسونگ و کوالکام کارشون کشید به دادگاه و بزن بزن و اصلا یه وضع عجیب غریبی شد سر یه سری پتنت. پتنتی که به هر کدوم از این شرکت‌ها اجازه میداد که از تکنولوژی شبکه موبایل همراه که CDMA 2000 و OFDMA باشه استفاده کنن. این پتنت در اختیار کوالکام بود و سامسونگ میخواست از اونا استفاده بکنه که نشد. یعنی انقدر تو سر هم زدن که قاضی دادگاه اومد گفت آقا من مشکل رو واسهتون حل کردم، خیالتون راحت. اول بسم الله سامسونگ باید 1.3 میلیارد دلار بده به کوالکام واسه این همه سالی که از این پتنت ها استفاده کرده و پولش رو نداده. هیچ. گزینه دوم، یعنی همونی که یه تریلی سکه یه سنتی داده. آره، یه سری ها میگن یه تریلی سکه یه سنتی داده که من واقعا بعید میدونم، یعنی اینقدر مثلا کله خر باشه سامسونگ. حالا اونو کار نداریم. گزینه دومش اینه که سامسونگ حق نداره هیچ گونه گوشی توی بازار آمریکا بدون پرزنده کوالکام بفروشه، یعنی هر گوشی تو آمریکا میفروشه باید بلاستسا پرزندهش کوالکام باشه. و در نهایت گزینه سوم اینه که سامسونگ حق نداره پرزنده های اکسینوس خودش رو به بقیه کمپانی ها هم بفروشه. پس این سه تا دلیل شد خروجی کتککاری سامسونگ و کوالکام تو دادگاه تو سال 2009. اون پول که ایچی، اون 1.3 میلیارد دلار رو داد جیرینگی به کوالکام، اونم نوش جونش شد و تموم شد رفت. بعد از این ورم الان میدونیم که چرا ما هیچ گونه گوشی با پرزنده اکسینوس نمیبینیم تو بازار بجز سامسونگ. حالا اون یکی دو مورد چیامی که از زیر دست اینا در رفته رو بیخیال شین، ولی کلا الان گوشی نیست که بجز مدیاتک و کوالکام و خود همین سامسونگ از پرزنده اکسینوس استفاده کنن. اینم هم میشه همون دلیل دوم. اما میمونه دلیل سوم که همون داستان چیز بود، داستان بگو اسمشو استاد چی بود؟ نه استاد نمیگه اسمشو، یه دقیقه فکر کنم. آها یادم اومد، میمونه اون داستانی که سامسونگ حق نداره از گوشی، یعنی گوشی تو آمریکا بفروشه که پرزندش کوالکام نیست. دادگاه واسه اینکه خیلی به سامسونگ فشار نیاد این وسط، بدبخت‌تر از اینی که هست نشه، گفتش که آقا شما خیلی سوسکی میتونی پردازنده های کوالکام رو تو کارخونه های خودت تولید بکنی که هزینه کمتری بابت این پتنت ها و اینا به کوالکام بخوای بپردازی. این کوالکام در جریان بود که مثلا اون پشت پرواز خودش درست کنه. اینجوری اومد یه حالی به سامسونگ داد که خیلی هم اذیت نشه، چون دو تا مورد قبلی خیلی ماشاءالله موردهای عیارداری بودن. البته انقدر این داستان یه جورایی واسه این قانونگذارا عجیب غریب بود که حتی دولت کره جنوبی تا سال 2018 داشت روی این پرونده تحقیق میکرد، اما به نتیجه نرسید یا یه جوری هم آوردن داستان دیگه. خلاصه که اینم تموم شد رفت. حالا برگردیم سر همون داستان آمریکا که بهتون بگم که چرا سامسونگ نمیتونه این کار انجام بده. کلا دو تا دونه تکنولوژی مخابراتی داریم که اپراتورهای آمریکا از این برای آنتن دهی و اینا استفاده میکنن. شما سیم کارت میندازی دو مدل، یکیش GSM که
تی موبایل و AT&T دو تا اپراتور گنده آمریکا ازش استفاده میکنن و بقیه دنیا به جز چین، ما هم اینجا GSM داریم. یکیش هم CDMA یعنی همون پتنتی که سرش دعوا بود که فقط ورایزن ازش استفاده میکنه. حالا سامسونگ دو تا راه حل داره. یه راه حلش اینه که آقا بیاد بگه اوکی من پردازنده اکسینوس رو میزنم رو گوشیام، ولی خب برای اینکه مودم CDMA پشتیبانی بکنم میدونم مودم CDMA اضافه میذارم تو آمریکا میفروشم، یه پولی هم به کوالکام میدم، یعنی اینجوری هم دیگه میتونم میدم. ولی سامسونگ اینجوری نیست، نمیگه میتونم میدم چون واسهش نمیصرفه. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا اوکی من تمام گوشیایی که توی آمریکا میفروشم و با پرزنده کوالکام میفروشم که اون مودم CDMA هم رو خودش داره، پولم نباید به کوالکام بدم، چون اگه یادتون باشه یه بخشی از چیپست های کوالکام خود سامسونگ تولید میکنه. اینجوری شد که از این به بعد ما میدونیم که سامسونگ توی آمریکا نمیره سراغ پرزنده های اکسینوس و از کوالکام استفاده میکنه. دلیل دوم کنترل هزینه است. سامسونگ میگه که من تلاشم اینه که گوشیام تو همه جای دنیا یه قیمت یکسان داشته باشن، یعنی اگر تو یه جای یه گوشی 500 دلاره تو یه جای دیگه هم معادل 500 دلار باشه. البته سامسونگ با پدیده رجیستری همچنان آشنا نیست، وگرنه اصلا سراغ این داستانا نمیره. دلار 35000 تومان به خوابش هم ندیده اصلا که خلاصه اونا رو کار نداریم. سامسونگ میگه که من برای جلوگیری از قاچاق گوشیام سعی میکنم قیمت گوشی ها رو تو همه جای دنیا یکسان نگه دارم. مثلا یه مثال واسهتون میزنم، یه مدل گوشی سامسونگی داریم که تو کانادا 400 و... تو کانادا 500 دلاره، تو آمریکا 450 دلاره. سامسونگ برای اینکه از قاچاق این گوشی جلوگیری کنه، یعنی مثلا ملت نرن از آمریکا 450 دلار بخرن بیارن تو کانادا بفروشن، چیزی که تو این مملکت زیاد داریم میبینیم، اومده قیمت گوشی ها رو تو اینجاها یکسان کرده. حالا چجوری یکسان کرده؟ همگام سازی همگام با هم نه. یکسان سازی کرده. آره یکسان کرده. البته این داستان یه مشکلی هم داره. این یکسان سازی مشکلش اینه که تعرفه واردات گوشی تو کشورهای مختلف متفاوته. سامسونگ چجوری اینو دور میزنه؟ دو حالت داره. مثلا شما در نظر بگیرید توی آمریکا تعرفه واردات گوشی 0%، یعنی هیچی به هزینه گوشی اضافه نمیشه، اما تو هند 20%. پس سامسونگ یه گوشی 100 دلاری رو اگه بخواد تو آمریکا بفروشه 100 دلار میفروشه، چون 100 دلار تولیدش کرده، اما همون گوشی رو باید 120 دلار تو هند بفروشه. پس دو حالت داره، یا باید بیاد قیمت گوشی رو توی آمریکا ببره بالا که اون وقت از رقبا عقب میفته، رقبا قیمتاشون متعادل تره، اون وقت این نمیتونه بفروشه، یا اینکه باید یه فکر دیگه بکنه که تو هند این قیمت مثلا معقول بشه. واسه همین تو یعنی تو هند 120 دلار رو بکنه 100 دلار. چیکار میکنه؟ میاد از سخت افزار میزنه. چرا؟ اکسینوس اینجا قربانی میشه، چون اکسینوس رو خودش تولید میکنه و هیچ هزینه ای برای تولیدش به هیچ شرکتی نمیده. ساده ترین چیز تعویض پردازنده است. واسه همین پردازنده کوالکام از روی مثلا گلکسی S21 اولتران ور میداره، یه دونه اکسینوس میذاره اونجا تا قیمت هم از قاچاق جلوگیری کرده باشه، هم قیمت گذاریش تو تمام دنیا یکسان باشه، و همین که مشکلی واسه رقابت با بقیه رقبا براش پیش نیاد. اینم میشه دلیل دوم. در نهایت میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم سامسونگ تنوع خط تولیده. سامسونگ یه کمپانی مولتی میلیون دلاریه. یعنی چی؟ یعنی سالی چند ده میلیون گوشی وارد بازار میکنه. حالا شما تصور کن که یکی از خط تولیدهای سامسونگ مثلا از کار بیفته، یا فقط سامسونگ متکی باشه به مثلا برند کوالکام. اون وقت اگر یکی از کارخونه‌های کوالکام که مثلا گلکسی S21 اولترا تولید میکنه از کار بیفته، وقت سامسونگ چه خاکی باید بریزه به سرش، باید بچینه تا اون آقا مثلا بیاد خط تولید از اول راه بندازه، آتیش بگیره. داستان واسه زیاده. واسه همین میاد اینو تقسیم میکنه بین جاهای مختلف. یه سریشو میده TSMC درست میکنه، یه سریشو کوالکام درست میکنه، همین چیپای اکسینوس، یه سریشو خودش توی مثلا کارخونه‌های خودش تولید میکنه که بار تولیداتش بین اینا تقسیم بشه، که اگر یکیشون ترکید بدبخت نشه. چون شما فرض کن که میدونم 40 میلیون مثلا سالی گوشی وارد بازار میکنه، یا مثلا 10 میلیون گوشیش نرسه به دلایلی، بدبخت میشه دیگه. حالا بیا کمر صاف کن از این. خلاصه اینو بذارین کنار اون دو تا دلیل دیگه، به این میرسیم که چرا سامسونگ معمولا برای حد بیشتر برای پرچم داراش از دو تا پردازنده استفاده میکنه. اما یه سوالی این وسط هست که آقا اصلا اکسینوس جدیدترینش اکسینوس 2100 ما هم توی گلکسی S21 اولترا بررسیش کردیم، لینکشو میذاریم بالا، چقدر نسبت به کوالکام اسنپ دراگون 888 ضعیف‌تر یا قوی‌تره؟
خب از لحاظ فنی تفاوتی بین چیپست‌های اکسینوس و چیپست‌های کوالکام نیست. فنی یعنی معماری پرزنده، جفتشون از معماری آرم استفاده می‌کنه، از معماری بیگ لیتل آرم. پس این دوتا اوکی هن. ولی سامسونگ کلن چون عدد زیاد دوست داره، اونطور که اول ویدیو گفتم، میاد میگه آقا من پردازنده هم هشست، یعنی چیپست هم سی پی آی هشسته ای دارن، اونطور فرکانس کاریشون کمتره. اما از اون طرف کوالکام میگه آقا دلیلی نداره این همه هسته داشته باشیم، چون مدیریت حرارتش مشکل داره. پس میایم 4 تا هستش میکنیم، اما فرکانس کاری رو یه ذره میبریم بالا، فرکانس کاری هر هسته رو. پس واسه همینه که بعضی وقتا گوشی های سامسونگ و پرزنده اکسینوس داغ میکنن، یعنی اصلا مشکل حرارتی دارن. منتهای مراتب کوالکام این موضوع رو راحت تر یعنی حل و فصلش کرده، یعنی سال به سال هی این کنترل حرارتی پرزنده هاش هی راحت تر و کمتر میشه. اما از اون طرف سامسونگ زیاد واسش مهم نیست، حالا مثلا داغم بکنه دیگه، یه ذره گوشیم داغ کرد خب چیکار کنم. اینه اینجوری رویش به نسبت به این داستان اینجوریه، ولی نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر شده. حالا اللحاظ قدرت چقدر فرق دارن اینا با هم؟ اللحاظ قدرت اینجا بس خیلی پیچیده میشه. شما آیا به بنچمارک دوست داری اعتماد کنی یا به شرایط واقعی؟ تو بنچمارک ها، تو سی پی یو ها، مخصوصا تو حالت های تک‌هسته‌ای و چند‌هسته‌ای، پرزنده های اکسینوس و سامسونگ خیلی از کوالکام جلوترن، تقریبا 10-15% قوی ترن. اما تو بخش گرافیک پرزنده های اکسینوس از گرافیک مالی استفاده میکنن، اما کوالکام از مال خودش که آدرنو استفاده میکنه. اینجا اختلافش خیلی بیشتر میشه، مثلا 25% کوالکام قوی تره، یعنی تو بحث گرافیکی هنوز سامسونگ نتونسته خودش رو نزدیک کنه به کوالکام. ولی در نهایت اینا همه بنچمارکه. من همیشه هم من تو بررسی هم میگم، هم حمید تو بررسیش میگه، استاد که بررسی هم نمیکنه تو بررسیاش میگه، علی واقرزاده هم میگه آقا بنچمارک کارهای تو شرایط واقعی هم یه چیز دیگه است. حالا اون یه ذره بیشتر داغ میکنه. میرسیم به این سوال که آقا من مشتری الان رفتم توی یه دونه فروشگاه، یه دونه گوشی با پرزنده اکسینوس دارم، یه گوشی با پرزنده کوالکام دارم، کدومو بخرم؟ بالاخره هیچ فرقی نمیکنه. این فقط یه ذره کمتر داغ میکنه، این یه ذره بیشتر داغ میکنه، یه ذره هم این تو کارهای گرافیکی مثلا ضعیفتره. ولی مثلا شاید شما تو بازی 3 فریم تصور کن تفاوت داره، فرقی نمیکنه. هر کدوم گیرتون اومد بگیرید. تو بازار ایران که کوالکام اصلا نمیاد، با همین دلیلی که بهتون گفتم، چون مخصوص بازار آمریکاست، اونم اکسینوسه. و اینو فکر نکنید که اکسینوس پرزنده بدیه، چون اگه پرزنده بدی بود سامسونگ کل دنیا رو اکسینوس نمیداد، یعنی گوشی با پرزنده اکسینوس نون که نمیده که. آره اینجوریه خلاصه، این از این. حالا شما به من بگید که اگر قرار باشه انتخاب بکنید، کدومو انتخاب بکنید، به چه دلیل؟ آیا تا حالا گوشی سامسونگ و پرزنده اسنپ دراگون داشتین؟ من خودم S4 هم پرزنده اسنپ دراگون داشت به جای اکسینوس. گوشی قبلی من بود. شما اسنپ دراگون داشتی؟ آیفون SE داشتم اسنپ دراگون. آیفون SE هم اسنپ دراگون نیست استاد، مال خود اپله. استاد ول کنی یه لوگوی اپل میچسبونه رو پیشونی، راه میره این بر اون بر. خلاصه اینو حتما تو کامنت ها هم بگید واسه دوستاتون که نمیدونستن چرا سامسونگ از پرزنده اکسینوس و کوالکام همزمان استفاده میکنن. بفرستید ویدیو رو، لایک کنید، 30 ثانیه به جون من اضافه کنید با سابسکرایب کانال یوتیوب دیجی آتو، و شاید استاد دیگه بی خیالش همیشه باشه که روش iOS نصب کنه. این از این، تا ویدیو بعدی.